مراسم خاکسپاری یماسیاوش، سخنان پدر، برادر و اشک ریزی ابو مسلم شیرزاد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. دکتر فهیم توخی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: جان برادر کجاستی؟ بکتاش سیاوش. از بیرون شدن سیاوش 10 دقیقه نشده بود که صدای انفجار را شنیدم. مکررن به موبایلش زنگ زدم اما لا جواب بود. به واتساپش پیام گذاشتم: جان برادر کجاستی؟ با وجودی که آنلاین بود جواب نداد. فیسبوک را باز کردم، عکسش گذاشتند و گفتند یما سیاوش شهید شد. با خواندن این متن کمرم شکست و مات و مبهوت شدم. یما با بسیار درد و رنج بزرگ شده بود و آرزوی زیادی را بر سر داشت. توخی همچنان نگاشته است: 3 قربانی انفجار امروز. یما سیاوش، دستیار رئیس افغانستان بانک. حمدالله انس، معاون آمریت ریاست دفتر. امین‌الله رضایی، رانندهشان. پدر یما سیاوش: برای پسرم اشک نریزید، برایش دعای خیر کنید. پیکر نیم سوخته سیاوش نامراد به خاک سپرده شد، روحش شاد و یادش گرامی باد. نصیر فیاض نگاشته است: و این است درد یک ملت سوخته در دود آتش. تسلیت و تکرار این واژه کسل کننده بدون هیچ توقف ورد زبان ماست. یک بازی پیچیده تبلیغاتی بر سر خون بی‌دفاع‌ترین صنف این جامعه و هیچ کس نیست که بشنود یا جواب دهند. روحت شاد و خداوند بیامرزدت. طلوع نیوز گزارش می‌دهد: بستگان، دوستان و همکاران یما سیاوش پیکر او را برای به خاک سپاری در تپه بیبی مهرو در کابل انتقال دادند. جنرال محمد ظاهر روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با اندو و درد که چنین گلها جوانان عزیز و سرمایه های کشور ما با هزاران آرزوها و امیدهایشان عروض به شهادت میرسند. داغ از دست دادن این عزیزان آنقدر طاقت فرسا و غیر قابل تحمل است که حتی دیگر جرأت تسلیت گفتن را هم ندارم. یما سیاوش جوان آگاه، تحصیل کرده، بسیار با استعداد، بسیار مؤدب و بسیار مهربان و دلسوز به مردم بود. روحش شاد، یادش برای همیشه گرامی باد. احمد ضیا مسعود نگاشته است: با اندوه فراوان از شهادت یما سیاوش، خبرنگار شجاع، سخنور و خوش سیمای کشور اطلاع یافتم. انا لله و انا الیه راجعون. مرگ همیشه تلخ است و مرگ جوان مرگ زندگی است. یما سیاوش نیز در کنار شهدای دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر دانش تاوان بی‌کفایتی مسئولان را به جان خود پرداخت. این ضایع بزرگ باعث اندوی عمیق من است. ضمن ابراز تسلیت به خانواده ها و نزدیکان شهید، یما سیاوش خود را در غم ایشان شریک می دانم. آرامش ابدی نصیبش باد. ضیا آریانی‌زاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: گل امید دیگر ما را صبح امروز خدا ناباوران پرپر کردند. یما سیاوش، گرداننده پیشین طلوع نیوز، جوان خبره، مستعد، گشاده زبان و درخت پهناور دنیای رسانه ها بود که شور بختانه صبح امروز ترور پیشگان با انفجار ماین در مکروریان از ما گرفتند. علاوه بر این که خود را عمیقاً سهمدار این غم سترگ و جگرسوز می دانم، از خداوند جل جلاله خواستارم روحشان را قرین رحمت خود قرار داده صبر و شکیبایی برای دودمان و دوستانش عطا فرماید. انا لله و انا الیه راجعون. نجیب بارور چنین نگاشته است: دیدی رفیق، شهر پر از کی نداشتیم.
آوار سنگ در دل آینه داشتیم. دیدی رفیق، عاطفه در ما نبود بود. فرمان روای فاجعه در سینه داشتیم. دیدی رفیق، دور شدیم دور از خودی. در پستی و بلندی خود زینه داشتیم. دیدی رفیق، شهر پر از بیم و وحشت است. از خون به دست کودکان ما خینه داشتیم. دیدی رفیق، جامعه تزویر شهر را از هر چه زشت بود در آن پینه داشتیم. دیدی ولی رفیق، تعجب نکن که ما این تازه نیست، عادت دیرینه داشتیم. نجیب بارور. مولانا محمد عبدالله روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: تو اهل فضلی و دانش و همین گناهت بست. یماسیاوش به جرم آگاهی و آزاد اندیشی شهید گردید. انا لله و انا الیه راجعون. احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: انا لله و انا الیه راجعون. با عرض تسلیت و ناباوری اطلاع حاصل نمودم که دوست و برادر عزیزم یماسیاوش، خبرنگار موفق طلوع، توسط جنایتکاران حرفه‌ای به شهادت رسید. از خداوند بزرگ برای جنت فردوس آرزو دارم و برای فامیل محترمشان صبر جمیل خواهانم. آقای سیاوش انسان شریف و خوش برخورد بود که به جز خیر انسانیت هیچ هدف نداشت. به یقین که شهادت ما سیاوش رای بزرگ است به ملت ما، به خصوص به خانواده مطبوعات. روحش شاد و یادش گرامی باد. در این حال ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: امشب دوبار بیدار شدم و خوابهای عجیب هم دیدم. آخرینش این که در یک منزل بالای ما حمله می شود. خودم در سر بام میمانم و جهت نجات یک دوست وی را رهنمایی می کنم و از دیوار حوالی خود را بیرون پرتاب می کند. بدلم می گویم نکند جان باخته باشم. چطور باور کنم نبود دوستی را که سالها در چوکی های پهلوی هم، دقیق پهلوی هم نشستیم و کار کردیم. یما سیاوش، وقت رفتنت نبود. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.